دوستای خوبم سلام به کلاس درس خوش اومدید توی دو جلسه قبل ما با مفهوم قدر مطلق آشنا شدیم حالا توی این جلسه میخوایم با هم دیگه مثال حل بکنیم به ما چند تا عدد اینجا دادن و از همون خواستن که اول قدر مطلق رو حساب بکنیم بعد این قدر مطلقا را از کوچیک به بزرگ مرتب کنیم خب بچه‌ها یادتونه ما به یک قانون طلایی در مورد قدر مطلق رسیدیم و اون قانون طلایی این بود که قدر مطلق x برابر با منفی x به ازای x های کوچکتر از صفر برابر صفر به ازای x برابر صفر و برابر خود x به ازای x های بزرگتر از صفر همچنین گفتیم که قدر مطلق برابر فاصله یا تعداد واحدهایی که یه عدد از مبدا یا عدد صفر فاصله داره خب ما هم از با توجه به اون مفهوم فاصله و همینطور با توجه به این سرابطه ای که اینجا داریم قدر مطلق رو اینجا حساب میکنیم قدر مطلق این عددی ای که داریم بچه ها هشت منهای دوازده برابر با منفی چهاره خب حالا سوال پیش میاد که قدر مطلق منفی چهار چیه بچه عدد منفی چهار کوچکتر از صفره پس در نتیجه قدر مطلقش میشه یه منفی زب در خودش که میشه منفی منفی چهار که میشه مثبت. ولی از طرفی اگه بخوایم با توجه به محور اعداد که من اینجا میکشمش بچه ها قضاوت بکنیم یا محاسبه بکنیم فرض کنید این محور اعداده اینجا هم مبدعی مونه بچه ها. عدد منفی چهار شما منفیه سمت چپه درسته و چهار واحدم یه اینجا منفی یک منفی دو منفی سه و منفی چهار پس منفی چهار اینجا میشه چند واحد بچه ها فاصله داره؟ دوباره میتونیم از اون قدمایی هایی که میشموردیم استفاده کنیم یک دو سه و چهار درسته پس قدر مطلقش میشه چهار پس ما چه با استفاده از این ضابطه؟ چه با استفاده از کشیدن محور عدا تونستیم نشون بدیم که منفی چهار قدر مطلقش چهار میشه خب دوباره با همون روند پیش میریم بچه ها قدر مطلق چهار چی میشه بچه ها؟ قدر مطلق چهار خب چون چهار یه عدد مثبته قدر مطلقش با خودش برابره از طرفی اگه من دوباره روی محور مختصات روی محور اعداد بکشمش یک دو سه چهار عدد چهار اینجاه و بعد اگه تعداد واحد هایی که فاصل داره رو بشمارم یک دو سه چهار درست چهار واحد هم فاصله داره. خب پس در نتیجه قدر مطلق چهار میشه چهار اما خب سومین قدر مطلقی که میخوایم حساب کنیم قدر مطلق صفر گفتیم که قدر مطلق صفر چیه بچه ها؟ صفره. اگر روی محور اعدادم نگاه بکنید صفر فاصلش با صفر صفره خب قدر مطلق بعدی بچه ها قدر مطلق عدد هفته که چون عدد هفت مثبته قدر مطلقش با خودش برابره و به عبارت که دو دوباره اگر از محور اعداد استفاده بکنیم یک دو سه چار پنج شش و هفت و دوباره اگه قدم ها رو بشمارید که من میدونم دیگه خسته شدید از این شمردن قدم ها یک دو سه چهار پنج شش و هفت درست هفت باید پس قدر مطلق عدد هفت هفت شد قدر مطلق منفی 9 چی بچه ها منفی نه یه عدد منفیه پس قدر مطلقش برابر با منفی خودشه یعنی منفی منفی 9 که برابر میشه بچه ها با 9 دیگه روی عداد، محور اعداد نمیکشمه یعنی قدم ها رو نمیشمارم ولی خود منفی نه رو می کشم شما دیگه خودتون استاد شمردن قدم ها شدید مطمئنم دیگه حسابتون سر می رو خب این قدر مستقه رو ما حساب کردیم حالا از همون خواستن که برای گام دوم حل مسئله از کوچیک به بزرگ مرتبش کنیم ما قدر مطلقایی که بچه رو اینجا داریم نه هفت و صفر و چهار و چهار خب اتفاقی که میفته کوچکترینشون چیه بچه ها اینجا صفره درسته من صفر رو اینجا می نمیستم. بعد از اون عدد کوچیک بعدی چیه بچه ها ببینید ما دو تا چهار داریم یه هفت یه نه خب، مسلما چهار از هفت و نه کوچکتره درسته پس ولی از صفر بزرگتر خب چهارا رفت صفرم رفته چی مونده؟ هفت و نه خب هفتم که از نه کوچکتره درسته؟ و در نهایت نه خب و در واقع اون چیزی که ما اینجا نوشتیم همون مثل اینه که بنویسیم قدر مطلق صفر کوچکتر از قدر مطلق هشت منهای دوازده و قدر مطلق چهار رفتشون چهار شدن و این دو قدر مطلق کوچکتر از قدر مطلق هفت کوچکتر از قدر مطلق منفی خب بچه با هم دیگه یه مثال ساده ساده هم نه یه مثال قابل حل از قدر مطلق حل کردیم خب مرسی توی جلسات بعد باز بیشتر مبحث قدر مطلق رو بررسی میکنیم توی جلسات بعد میبینم اتون فعلا خدا